سلام، در این ویدیو میخوایم نحوه استفاده از تابع کانکت یا کانکتینیت رو آموزش بدیم. تابع کانکت و کانکتینیت در واقع یکسان هستند، یعنی یک کاری رو انجام میدن. تنها تفاوتشون اینه که تابع کانکت در واقع از ورژن 2016 اکسل وارد اکسل شد و قبل از اون فقط کانکتینیت رو داریم، به این منظور که کوتاه شد تا برای استفاده راحت تر باشه، اما عملشون یکسانی که حالا در ادامه این هم بررسی میکنیم با هم. ولی خب باید در نظر داشته باشید که تابع کانکت در ورژن های قبل تر از 2016 وجود نداره و فقط از 2016 به بعد هست، یعنی قبل از اون میشه همون کانکتینیت، اما خب بعد از 2016 هر دوش قابل استفاده هستش. خب این تابع جزو توابع متنی یا تکست هست که ما اینجا مشاهده میکنیم. خب اینجا میخوایم اولیش رو امتحان بکنیم که به چه صورت میشه از تابع کانکت استفاده کرد. خود کانکت رو تاب میکنیم و ورودی های تابع رو به صورت آدرس سلول میتونیم اینجا وارد بکنیم. برای مثال اینجا میخوایم www.diaco.com رو توی یک سلول یک جا کنار هم قرار بدیم، همونجوری که توی شکل نتیجهش هم توی قسمت قرمز قابل مشاهده است. بریم اول آدرس اولی رو میدیم A20، سلول دوم اول یه ویرگول میذاریم، بعد سلول دوم که میشه B20 و در نهایت سلول سوم که میشه C20 و پرانتز رو میبندیم و با یک اینتر می‌بینیم که خب عمل کرد و اینا رو در کنار هم قرار داد. توی سلول های 3 تا سلول جدا بودن، همه رو توی یک سلول واحد کنار هم قرار داد. قسمت دوم که خب این خیلی میتونه برای این تاب کاربرد داشته باشه، این تاب براش کاربرد داشته باشه، ترکیب اسم و فامیل هست که میتونه توی سلول های جدا باشه، میخوام اینا رو توی یک سلول کنار هم قرار بدیم. برای مثال اینجا توی ردیف 21 احمد مظفری، اسم کوچیک احمد، فامیلی مظفری، اینا میخوایم کنار هم توی یک سلول قرار بدیم. خب از همون فرمول استفاده میکنیم، از همون تابع استفاده میکنیم کانکت، حالا اینو از همون کانکتینیت استفاده میکنیم، یعنی اون ورژن قبلی این تابع، که ببینیم عملش هیچ فرقی نمیکنه، همون کار در واقع انجام میده. خب سلول اولی که میخوام ترکیب بشه A21 هست، ویرگول دومی B21. خب اینا کنار هم قرار گرفتن، احمد مظفری توی فرمول توی یک سلول در کنار هم قرار گرفت. حالا مشکلی که اینجا هست اینه که اکثر مواقع اسم و فامیل با یک اسپیس با یک فاصله از هم جدا میشن، اما اینجا خب جدا نشده. خب برای این یک راه حل ساده هست، کافیه که ما میتونیم اسپیس رو در خود فرمول وارد بکنیم تا این فاصله اینجا ایجاد بشه بین نام کوچک و نام خانوادگی. وارد این از این بالا وارد خود فرمول میشیم، یک کاراکتر باید اضافه کنیم که اون کاراکتر اسپیس هست، فاصله هست. فقط باید توجه داشته باشید همونجور که تو همه فرمول ها این صدا میکنه، اگر تکست متنی میخواد وارد فرمول بشه، یعنی آدرس نباشه، متن باشه یا فرمت زمان هر چیزی مثل این غیر از آدرس باشه، باید داخل دابل کوتیشن قرار بگیره. اسپیس هم یه کاراکتره، یه تکسته، پس باید داخل دابل کوتیشن بذاریم اونجایی که میخوایم فاصله بیفته. ما میخوایم بعد از A21 که احمد یعنی نام کوچک هست این اسپیس بیفته، پس میایم بعد از اون بعد از ویرگولش یه دابل کوتیشن میذاریم، یه اسپیس میذاریم، دابل کوتیشن میبندیم، یعنی اسپیس افتاد بین دو تا دابل کوتیشن و یک ویرگول دیگه میذاریم و این کارو میزنیم. اینجا میبینیم که فاصله بین احمد و مظفری یعنی نام کوچیک و نام بزرگ ایجاد شد. قسمت بعدی ترکیب تاریخ و زمان هست. خب اینجا یه نکته‌ای داره که باید بهش توجه بکنیم. میام حالا اول فرمول رو می‌نویسیم. خب سلول اول هست A22 ویرگول، سلول دوم هستش B22. ما میخوایم اینجا به صورتی که بنویسه دیت، یعنی تاریخ، دیت معنی تاریخ هست، توی سلول A22 کنار هم قرار بگیره با اون بازه زمان، اون تاریخی که عددی جلوش نوشته شده. خب این کارو میکنیم، مثل قبل عمل میکنیم، اینتر میزنیم. خب همونطور که مشاهده میکنید اینجا دیت نوشته شده، ولی
تاریخی که باید وارد بشه یک عدد نامشخص و چیزی هستش که شباهتی به اون تاریخ ما که هستش 1992 نداره، یه عددیه که اصلا 33,696 مشخص نیست چیه. این عدد در واقع فرمت تاریخی به زبان اکسل هستش، یعنی فرمتی از تاریخ و زمان هستش که برای اکسل قابل فهمه، یک جور کد هست که این رو اکسل تبدیل به تاریخ میکنه برای خودش. خب اما برای ما قابل درک نیست. برای اینکه این تاریخ برای ما قابل درک بشه به اون فرمت تاریخی که ما میخوایم در بیاد، باید بریم توی فرمول خود کانکت، داخل فرمول کانکت از تابع یا فرمول تکس استفاده کنیم، یعنی این تاریخی که داریم رو تبدیل بکنیم به تکس. برای این کار باید بیایم این D22 که همون آدرس سلول حاوی تاریخ ما هست رو داخل فرمول تکس قرار بدیم. خب تکس رو می‌نویسیم. خود این فرمول تکس هم توی ویدیوهای دیگه توضیح داده شده، اما خب اینجا یه توضیح خیلی مختصر در موردش خواهیم داد. داخلش قرار میدیم. خب اولین قسمت که خود فرمول هست، خود آدرس اون سلول هست که توش تاریخ هست. بعد از اون نوع در واقع فرمتی که میخوایم تاریخ نمایش داده بشه رو باید وارد کنیم خودمون دستی. خب همونطور که گفتم فرمت هم مثل تکست باید وارد دابل کوتیشن بشه، این داخل دابل کوتیشن باید بذاریم تو شناسایی بشه. خب برای این کار میخوایم اول سال نمایش داده بشه، مثل تاریخ های فارسی که اول سال بعد ماه بعد روز میخوایم اینجوری نمایش بدیم. خب به صورت به این شکل وارد میکنیم که 4 تا ایگرگ وای وارد میکنیم که مخفف year هست، یعنی سال، بیانگر سال هست، یعنی ما میخوایم سالمون اول قرار بگیره. یه دونه ممیز میذاریم که جدا بکنه سالو از ماه، بعد ماه رو میذاریم، خود دوتا M نمایش میدیم که بیانگر ماه هست، دوباره یکی دیگه دوتا D که بیانگر دی یا روز هستش. این فرمتی که معمولا توی فارسی استفاده میشه به این شکل هستش. و تعدادش هم خب میتونیم اگر مثلا به جای اینجا year که ما 4 تا گذاشتیم برای سال 4 تا گذاشتیم دو تا بذاریم، به جایی که بریم 1992 می‌نویسه 92 فقط، یعنی دو تای آخر رو میاره. برای ماه هم اگر که یکی بذاریم، ماه ما الان تک رقمیه 4 هستش، اینو می‌نویسه 04، چون تک رقمیه دو تا ما ام گذاشتیم می‌نویسه، اگر که تک ام بذاریم فقط می‌نویسه 4. حالا ما به این شکل میذاریم، یه پرانتز دیگه هم میذاریم چون بسته بشه کامل و اینتر رو میذاریم. اینجا میبینیم که درست شد، کاملا قابل درک، دیت 1992 4 2 کاملا اینجا قابل درک. حالا میخوایم خب مثل اینم یک دو نقطه و اینجا که نتیجه تابع هست دو نقطه و اسپیس بذاریم بینش، به راحتی تو خود فرمول کانکت اینو میتونیم وارد بکنیم به این شکل، یه دابل کوتیشن، یه دو نقطه، یه اسپیس بعد از دو نقطه و دوباره دابل کوتیشن و یه ویرگول ما میبندیمش. ببینیم که هم دو نقطه افتاد هم اسپیس. برای زمان هم همین قضیه مصداقه، ما دوباره همین رو وارد میکنیم. تکستمون هستش، اولیش از A23 که نوشته تایم به معنی زمان، ویرگول B23 که اون تایم و زمان رو نشون میده، ویرگول و C23 که AM به معنی روز هست، یعنی 10:25 دقیقه صبح. پرانتز رو اینجا میبندیم. خب باز هم میبینیم همین مشکل تاریخ اینجا به وجود اومد. تایم درسته نوشته شده، اون آخریش هم که AM هست نوشته شده، ولی اونجایی که زمان نمایش داده شده با یک عدد نامفهوم برای ما نمایش داده شده، این برای خود اکسل مفهومه، این همین زمان نشون میده، کد اکسل، ولی برای ما نامفهومه. برای اینکه مفهومش بکنیم دوباره از همون روش استفاده میکنیم، یعنی میایم اینجا اون آدرسی که مربوط به زمان هست رو داخل تابع یا فرمول تکست قرار میدیم. خب پس اینجا ما B23 مربوط میشه به اون ساعت 10:25 دقیقه دیگه، میم اینو داخل تکست قرار میدیم، تکست رو می‌نویسیم، پرانتز، مثل همون فرمتش رو هم وارد میکنیم. حالا فرمت این فرق میکنه دیگه، این ساعت با تاریخ فرق میکنه، دابل کوتیشن رو میذاریم، HH یعنی ساعت، دو نقطه که جدا کننده ساعته،
MM یعنی مینت یا دقیقه. حالا اگه بخوایم ثانیه رو هم بذاریم، دو تا اس هم اضافه می‌کنیم، ثانیه رو هم می‌ذاریم که خواهر ما نمی‌خواد بیاد. بعد با دابل کوتیشن می‌ذاریم و پرانتز رو می‌بندیم. خب الان می‌بینیم که تایممون هم درست شد. فقط باز این فاصله ها روش نیستش، اون دو نقطه‌ای که می‌خوایم نیست که اونم به راحتی به همون روش قبل وارد می‌کنیم. بعد از A23 که یعنی زمان یا همون تایم هست، میان یه دابل کوتیشن می‌ذاریم، یه دو نقطه، یه اسپیس، دوباره دابل کوتیشن، یه ویدیو، و این هم درست میشه به همون شکلی که ما می‌خوایم. حالا یک جایی هست مثل این ردیف 24 که ما تایمو نداریم، هیچی توش نیست. خب اینو می‌تونیم خیلی راحت دستی وارد فرمول کانکت بکنیم. به این صورت که فرمول رو بنویسیم، خب توی دابل کوتیشن اون تایم که من مد نظرم هست، تر هر حرفی ما هر واژه یا تایم مد نظرم بود نوشتیم، دو نقطه‌ش هم گذاشتیم، اسپیسش هم می‌ذاریم، می‌بندیم دابل کوتیشن رو و با یک ویرگول. حالا می‌خوایم ساعت 22 رو وارد کنیم. اینجا هم اگه فقط صرفاً بنویسیم دی 24 باز هم اتفاق میفته، یه سری اعداد نامفهوم میشه. پس خود این دی 24 که آدرس ساعت 22 هست رو توی فرمول تکست قرار میدیم. بی 24 میگم و فرمتمون هم که همون HHMM هست. حالا اینجا ما ثانیه‌اش هم اضافه میکنیم که شما ببینید چه اتفاقی میفته اگه بزنیم و پرانتز رو میبندیم. خب ببینید که انجام شد. حالا ما توی این اینجا ثانیه رو نذاشته بودیم، فقط تو دقیقه رفته بود، اینجا ثانیه رو نوشتیم که خب صفر بود و صفر گذاشته بود.